این خانم بهیار بخش عفونی بیمارستان متاسفانه اخراج شد. برای چی اخراج شده؟ من چه میدونستم اینطوری میشه. تو گزارش اومده که سرم آلوده به سم بوده. دقیقاً اون دوستش هم همین شیوه کشته شد. اگه دیدی این یارو آرکان دنبالته تابلو بازی در نیار. عادی رفتار کن. اشینس حامله ایده. اوه، اشین حامله ایده. اگه واقعاً سازمان مجاهدین خیرخواه مردمه، پس چرا اینقدر ترورای کور انجام میدادن؟ اگه میشه بیرون نرو، خطرناکه. من باید برم، واجب. این شرفا خیابونو به خاک و خون کشیده بود. از همین الان تا موقعی که دوباره برگردی اینجا هرچی اونا بگن. نگران نباش، فقط کانکتش کن. تو این مدت با کارات فقط جون خودتو بقیه رو به خطر انداختی. ببین، مراقب حرف زدنت باش. Peki. Buyurun söyleyin. Biz konuşalım. Bize meslektaşlarının tehdit ettiğini hissettiğini söyledin. Elif için endişeleniyorsun. Karını izlemek için işini değiştirmek istediğini söyledin. Tamam, benim haberim vardı. Ne zaman anladınız ben suçluyum? Gelin alın beni götürün. Bize yardım etmezseniz size çok şüpheleniriz. Kendinize çok rahatsız etmeyin. Bu kaçıncı defadır gidip geliyorsunuz? Söylediğiniz bazı şeylerin olayla hiçbir ilgisi yok. Ne düşünüyorsun? Biz bu dosyayla ilgilenmiyoruz. Evet, biliyorum. Katilin tutuklanması önemli değil. Hatta sizin için bir eğlencedir. Bu dosya açılsın istiyorsunuz hep. Yanlış düşünüyorsun. Biz de uğraşıyoruz. Gelmek zorundayız buraya. Ve bir daha yine gelip seni rahatsız edeceğiz. Biraz düşünün bakalım. Ben o evdeydim. Kendim acili aradım. Sizce bu işi o adam yapmış olabilir mi? O katil o işi yapabilir mi? Ben nasıl Elif'i öldürebilirim ki? Ben hadi diyelim ki öldürdüm. 48 saat sonra niye arayayım ki acili? Biz sana demedik sen katilsin. Biz sana diyoruz ki Elif'in hayat içinde yaşadığı şeyleri anlat. Ki katili bulalım. Bu bir. İkincisi kafedeki adamı anlat. Kimdi o? Bu ne demek? Gidin bir tur alsın, gelin öyle konuşalım. Peki Elif kaybolduğunda sen restoranda mıydın? İhtiyacı var ama zamanı değil. Zamanı ne zamandır peki? Özür dilerim. Lütfen arada bir az uğrayın buraya. Selam hacı. Selam. فکر کنم معدودشو پیدا کردم. جدی؟ کجاست؟ همین نزدیک خودمونه. بسیار خوب. باشه باشه. ببین، یه نفر رو میفرستم پیشت. آدم زبده، خاصی ازش کمک بگیر. فرخ، خودت میدونی اهمیت این کار چقدر بالاست. دیگه توضیح و توجیه نمیخواد. متوجه شدی؟ یه فلش بهت میده، حاوی یه سری اطلاعاتی که خیلی کمکت میکنه. خودش به زنگ میزنه، قرار میذاره باهات. متوجه شدی که؟ باشه، شما بگین نیازه، حتما نیازه دیگه آقا. آره. اطاعت امر میشه. مراقب باش. خدا نگهدار. باش قربانت، یا علی. ویدیوهاتون رو دیدم، منم معصومه سلامی
دختری که تو سن 3 سالگی سازمان از پدر مادرم جدام کرد. بعد از این همه سال اصلا ندیدمشون، نمیدونم زندن مردن. از شما میخوام کمکم کنی تا پیداشون کنم. جانم بابا جان. سلام بابا، خوبی؟ کجایی؟ خبری ازت نیست. چطور مگه دخترم؟ میخوام بیام پیشت بابا. شما هیچ جا نمیای. چرا بابا؟ همین که گفتم. آراس جونم آقا، وضعیت بیت کوین چجوریه؟ بذار چک کنم الان بهت میگم. دیشب که بالا بود آقا. چک کن بگو. آقا دوج بگیرین، داره میتره کنه. فقط شیبا آقا. بهش فکر میکنم. هر غلطی میکنی فقط زودتر، بیشتر از این نمیتونم من مشتری رو معطل کنم. باشه برو دورونه رو خاموش کن. بفهمه دوباره جامون کف خیابونه. هیچ غلطی نمیتونه کنه، خودش هم این کاره است. بله. الو کجایی؟ این چی دارم وسایل سفر رو جمع جور میکنم. میتونی قرار رو واسه امشب بذاری؟ شدنش که میتونم، ولی خودت بیری سر قرار. خونش دیگه با من کاریت نباشه، فقط بگو هر کی میاد خیالش راحت باشه. باش چشم. خوب شد، زمان و مکانش هم بهم بگو. باش خداست. کجایی مرد؟ جونم آقا من بیرونم آقا، چیزی شده؟ بارا یه دوش بگیر حالت جا بیاد. دوش؟ نه دوش نمیگیرم. حالا جا اومد بهم زنگ بزن. باشه. احمق. Faydasızdır, amma düşüncəsi var. Peki, evet, nə yapalım? Əliflə birlikdə olduğu kafəyə gidəlim. Adı nə? Adı Kerem Şekui. Dediğin gibi, oraya birlikdə gidəlim. Tamam, şimdi? Şimdi yox, öncə dosyaya bakalım. Erkan'ın iş arkadaşları və Erkan'ın ədliyə tıp dosyası. Biz niyə yarın Kerem'i takip etmiyoruz? Bu Erkan yalan söyləmiyor. Dediğim gibi, eğer onun peşine gidelim, gerek sözlerini dinleyelim, bu konuda yalan söylese anlayalım. Alo. Çe haber? İn pisarı peydaş ne şu? Are dige. ببینم خبرها رو شنیدی؟ یعنی تو نمیدونی جنازه پیدا شده؟ خب یه خبر میدادی؟ باشه، واسه همین زنگ زدم. فعلا. بگو رحمه. آقا ساعت 9 قرار گذاشتم، آدرس رو میفرستم براتون. نه آخه سر راست نیست، باید بنویسم. فقط هر کی رفت اونجا بگه ساعت 16 منو فرستاده. بسپارید اسمی از من نیارن، اونا منو به اسم دیگه ای میشناسن. کارشون درسته، خیالتون راحت. چشم، میفرستم براتون. چرا نخوابیدی؟ خوابم نمیبره. شب الان باید بری بخوابی. بودو برو بودو. دست نزن به اینا. دست نزن بابایی. دست نزن خط خطی میشه دیگه، به درد نمیخوره. داری مشق مینویسی؟ آره. نمیخوایی با هم بازی کنی؟ نه الان نمیتونم، بعد هم بازی کنم. روشن کن.
روشن کن، نمیتونم ببینم. روشن کن، روشن کن مرد، روشن کن. چرا اینو خاموش میکنن؟ این وقت شب اومدی منو اذیت کنی؟ دیگه تو ذهن ندارم. رضا چی شد؟ ببخشید، خیلی به هم ریختم، حالم خوب نیست. دست به هر کاری که میزنم میخوره به بنبست، سردرگمم. چرا انقدر به هم ریخته ای؟ میخوای با من حرف بزنی؟ محمود خیلی رو مخمه، دیگه نمیتونم رفتارش رو تحمل کنم. خب من که تو جزئیات اتفاقی که بینتون افتاده نیستم، ولی به نظر من تو این شرایط ناظر عمل کن. ناظر؟ آره، یعنی خارج از ماجرا به قضیه نگاه کن. مثلا فکر کن که این اتفاق بین آقا محمود و یکی از همکارا افتاده. خوبه محمود اینجا نیست، یعنی چقدر خوشحال میشه. آره خیلی. راستی رضا یه چیز میخواستم بهت بگم. من برای فردا شب مامان جون و آقا جون رو شام دعوت کردم بیان اینجا. میشه دیر نکنی؟ شال قول قول. مامان جانم. مامان الان میام. من برم یکی این با مهتاب حرف زنم آرومش کنم. جای منم با چشم. باش لیلا جانم. ممنون. خشم میگم به نظرت کار اشتباهی از ما سر زده؟ چطور؟ آخه بعد این همه گزارش و عکس و فیلمی که دادیم نظارت کارمونم بیشتر شده. فکر نکنم، شاید داریم به جای حساسش نزدیک میشین. چی بگم؟ که بهت چی گفتم؟ آره آقا موقع خوب شده بود. مطمئن باشم دیگه. بله، فقط کجا باید ببینمشو؟ اینجا. تا نیم ساعت دیگه منتظرتم. ها بگم کی هستم؟ قرار نیست بگی کی هستی، فقط میگی ساعت 16 امروز سفارشمو کردن. تمام. چشمم. پیش پرداخت خواستن، آدرس ولدشونو بگیر واریز کنیم. چشمم. فقط عکس اونی که باید کارشو تموم کنن رو ندادی بهم. رسیدی اونجا، توافق انجام شد، بهم میگی، جا در جا برات میفرستم. ششم آقا، حتما. پاشو سری برو دیگه. کار داری؟
قرار داشتم ساعت 16. فکر نمی کنی دیر شده؟ ساعت 16 سفارش کرده، قرارم برای ساعت 21 بوده. صبر کن. Patron, işi saat 16. Bir kesi gönderip burada seninle konuşmak ister. Gelsin mi? Tamam, tamam. Aslı, çağu, çizgi hamlete. برو پایین بچه ها را نمایید کنم. مرسی. سفارش ساعت 16. آه خب خواستهاتون قطعی انجام میشه به شرطی که ما هم به هدفمون برسیم. گفتیم ما هم؟ از خودتم که دیگه فرستاد اومد سر قرار. از کی کار میکنیم؟ به هیچ وجه قرار نیست که شما بدونید من واسه کی دارم کار میکنم. خانم اصلا برام مهم نیست شما کی هستی. فقط میخوام ته این داستان جنازه بیفته. من فقط جنازه میخوام. حالا جنازه اون طرف یا این طرف؟ گفته بودم بی اعصابی ولی نه اینقدر. لب کلامو بگم، یه آدمه که خیلی راحت میتونی در پسش برمیای. حالا چرا اومدیم سراغ شما؟ حذف این آدم واسه ما خیلی مهم و حیاتیه. متوجه که هستی؟ ما متوجه ایم. امیدوارم شما متوجه قیمت ما باشی. بالاست. سر مبلغ که اصلا بحثی نداریم، ولی خب تو دو تا قسط بهتون پرداخت میشه، یکی قبل انجام کار، یکی هم بعد انجام کار. فقط سری کارو تموم کنید. شما خوشقول باش، نگران ما نباش. اوکی، عکس آدرس رو براتون میفرستم. ما هم آدرس رو برات میفرستیم. آدرس چی؟ بله ها، بفرست. بی خبر نذارید من. دیرم شد، کیفم کو؟ رضا جان کیفت دسته بخور دیگه. درست نه، عجله دارم، باید زودتر میدارم. خودتو گوشم دست صندلی. خدا حافظ. رضا دیگه سفارش نکنم و شب دیر نیا. سعی بکنم. قبول باشه. قبول حق باشه. ایشالله. رضا نمیخوای بگی برنامه چیه؟ تو نمیخوای پاسارت تو کفش من در بیاری؟ لا لا لا، جواب منو بده. حاجی باید به من زنگ بزنه؟ حاجت مگه همه چیو بهت نگفته؟ حرفی هم داری بزنی؟ آخه شدنیه این کار؟ تو توقع داری بچه‌ها برن اون ور آب چی بگن؟ میگن شرمنده مزاحم شدیم، کاتیا رابطه ما بود. باید مخفیانه انجام بشه، همه چی به حاجی گفتم. اگه 1000% بهشون شک کنن چی؟ تو مشکلت با من چیه؟ مشکل؟ روال کارت مشکل داره. من اینجا چیکارم؟ برگ چغندرم؟ تو اول باید بیای به من بگی رضا، بعد بشینیم راجبش فکر کنیم، بعد من با حاجی هماهنگ کنم. حاجی زنگ زده میگه اگه نمیتونیم با هم کار کنیم یکی دیگر رو بفرستم جای رضا. چی گفتی؟ تقصیر خودته برادر من. منم زیر سوال بردی. هیچ وقت حاجی با لحن تون با من حرف نزده بود.
الان حاجی با کار من مخالفه؟ پس چی که مخالفه؟ غیر قانونیه، خطرناکه. چرا به خودم نگفت که براش توضیح بدم؟ چون تو الان رئیس داری، این کارم سلسله مراتب داره. موفق باشی آقای رئیس. برای من میخوام برم بیرون. اجازه نداری بری رضا. من باید از تو اجازه بگیرم؟ احترام خودتو نگه دار، بیا اینور. خیلی سرخود شدی، گفتم نمیتونی بری. چی شده؟ رسول زاده، آقای نیازی رو برین داخل اتاق، دستمند بزنین، وسایل رو از سرش هم تحویل بگیرین. آقای نیازی ببخشید، لطفاً اسلحه. لطفاً بفرمایید. حاجا فکر کنم خراب کردم، راستش یکم تو اون رفتم. من خودم درستش میکنم. رضا نیازی اگه یه ذره به خودش مسلط باشه نمونه است. شما هم دیگه کم کم باید از ریاست خدافیزی کنی. نه حاجا، منو چه به ریاست، اصلا کار ساده ای نیست. این من خودم حق داره انقدر ذهنش درگیر شده. ببین، حالا یه ذره شب نگرش دار، ولی محمود اصلا متوجه نشه که نقش از آب. نه حاج آقا، به هیچ وجه. از کجا بفهمه؟ حاج آقا شرمنده، رضا برنامه‌شو کی به شما گفت؟ به هیچ وجه این برنامه امکان پذیر نیست. من یه ذره عجله دارم، میخوام برم. بیرون. İyi bari bu sefer bir amaca ulaştınız mı? Evet, bazı ilginç şeyler bulduk. Bulduğumuz şeyleri beğenmiyorsun. Üstelik şahitlere göre Kerem'le eşim konuşmuş kafede. De Kerem sorular sormuş. Evet, ben en son Elif'i gördüğümde onu takip ettim. O adamla kafede buluştu. Sizden rica ediyorum onu takip edin. Peki neden? Ben sadece sordum. Eşimle randevusu vardı. Size ne dedi diye sordum. Cevap vermedi. Ve sonra kötü sözler söyledi. Kafenin durumu iyi olmadığı için dışarı çıktım. Takip edelim. Kafenin elemanı söylüyor, yalan söylüyorsunuz. Kerem sizinle akrabadır. Siz bana yardım edip Kerem'i bulun diye böyle anlattım. Söylediniz eşiniz iki gündür eve gelmemiş, kayıptır. Evet, doğrudur. Bizim için kafenin söylediği ve Kerem'in tacizi önemli. Sen neden söylemedin polise? Polis konuşur konuşmaz neden özür diledin? شدی؟ چیزی لازم داری برای بیارم؟ لیلا زنگ بزن بگو من امشب نمیام، مهمون داریم، نگران نشم. اتفاقا لیلا خانم زنگ زد گفت که مهمون داریم. چی بهش گفتی؟ گفتم رضا خبر ندارم، از ساعت 4 از اداره رفته بیرون. بار تو آستینم پرورش دادم دیگه. بهش زنگ بزن، یعنی فکر میکنه برای من اتفاقی افتاده. خانم تو زیادی تو همه چیز سرک میکشه. توقع داری چی بهش بگم؟ بگم رضا رو خل سلا کردم؟ با دستمان بستمش به تخت؟ تو خجالت نمیکشی؟ شرمنده منم هستی الان، نه؟ ببین رضا جون، خانم تو با منافقین در ارتباطه، اسکایپ میکنه، حرف میزنه. از کجا معلوم هر کار دیگه‌ای هم که دلش میخواد نکنه؟ شاید اصلا میخوای برای من پاپوش درست کنی؟ آره؟ این کارهایی که داریم میکنین اشتباهه. زن من به خاطر تزش بوده که با اونا تماس گرفته. اصلا نمیدونه کی به کیه، چی به چیه. دنبال درس و مشقشه. استادش بهش گفته صدای مخالفینت هم بشنو. همین.
به هر حال سر زدن این رفتار از داخل خونه یه آدمی در موقعیت تو غیر قابل قبوله. خودت هم اینو خوب میدونی. از یه بر مصاحبه میکنه، از یه بر با اون دختر سمیرا ملاقات داشته. همسر من تحت نظر بوده، بهش نزدیک شده بودن. حاجی خودش در جریانه. داشتن تعقیبش میکردن که هیچ کاری داشته نمیکرده. ماجرای اون دخترم که پیش اومد، دیدی که چجوری پیچوندمشون، کشته شدن جفتشون. یه دست منو باز کن، میخوام برم خونه. باجه صحبت میکنم، تکلیفت معلوم میشه، بعد هر جا خواستی بری برو. من یه سر میرم بیرون، کار دارم برمیگردم. گفتم بیا دست منو باز کن محمود، میخوام برم خونه. خودت هم جای من بودی همین کارو میکردی. Siz de biliyorsunuz ki ben eşimden şüpheleniyordum. Kaybolmadan önce de takip ediyordum. Buna göre düşündüm, Kerem'le randevusu vardı. Peki neden önce eşine şüphelendiğini söylemedin? Söyledim, duymadınız. Ondan fazla ses kayıtlarını dinledik. Ve sen ısrarla karının öldüğü yeri bize sahne yap diyorsun. Ben ne bileyim, ne bekliyordunuz ki? Yani eşimin ne iş yaptığını bilmiyorum ki polise haber vereyim. Biz biliyoruz Kerem'i ne kadar çok görmek istediğini. Hatta görmek için yalan bile söylemişsin. Ha şu anda evde rahat rahat oturuyorsun ve olayla da ilgilenmiyorsun. Kerem'in konuşmalarını geri alalım, bir durum çözüm bulalım, sorguya alalım. Ondan sonra sizinle bir durum yok. Çok iyi, tabii ben anlamadım. Kusura bakmayın, eğer kendinizden emin değilseniz lütfen peşinden gitmeyin, sinirlenmesin. Biz onun peşinden gideceğiz. İstesen de istemesen de peşinden gideceğiz. Bu olayın hepsinin şahitleri var, unutma. دخترم حسابی تو زحمت افتادی مادر. اختیار داری مادر جون، شما که رحمتین، شما سر نمیزنین. چه بگم مادر، زیاد حال احوال خوشی ندارم، بهتره که تو خونه باشم. ایشالله که همیشه سلامت باشی، سایتونم بالا سر ما باشه. زنده باشی مادر. دخترم زنگ زدی به رضا؟ کی میاد؟ بله زنگ زدم، جواب نداد. دیگه الانو باید برسه. رضا خوبه، من انقدر به اصرار کردم دیر نیومی. آخه من چی بگم به تو؟ یادت باشه. بفرمایین، شام سرد میشه. خوش آقا. به به، دست درد نکنه دخترم، چقدر زحمت کشید آقا. دستش درد نکنه. خواهش میکنم نوشه جان. میگم منتظر نشیم تا رضا بیاد، چاد الانا برسه ها. نه شما بفرمایین، رضا رو که میشناسین، وقتی میگه نوه شب میام یک دوی صبح پیداش میشه. شما بفرمایین، بفرمایین. مادر تو هم بیا بشین دیگه. بسم الله. بردار دیگه رضا. مادر تو هم بیا بشین دیگه. الان میام مامان جان. بفرمایید. چطوری شده دخترم؟ نه بابا جان خوبم. از دست رضا ناراحته. تفری حق داره. نه واقعا خوبم مامان جان. من دیگه یواش یواش به این دیر اومدن های رضا دارم عادت میکنم. سلام آقا محمود. سلام لیلا خانم. خوبین؟ ممنون خوبم. رضا گفتش که بهتون بگم درگیری ماجرایی شده، یکم دیرتر میاد خونه.
نگران نباشین. پس یعنی خیالم راحت باشه، حالش خوبه؟ بله بله حالش خوبه، فقط همینو گفت که اطلاع بدم بهتون، یه وقت نگران نشید. باشه، ممنون که خبر دادین، خیالم راحت شد. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بابای جون دوغ براتون بریزم؟ ممنون. مادر رضا بود؟ بله. نگفت که میاد؟ دو هفته از بچه‌مو ندیدم، دلم براش یه ریزه شده. خیلی معذرت خواهی کرد، گفت یه کار فوری براش پیش اومده، احتمالا خیلی دیر میاد. باش خانم، جوونا هزار جور مشغله دارن، شاید براش یه کار باجه پیش اومده. راستی تزت چی شد؟ خوب پیش نمیره بابا، استاد راهنمام خیلی سخت گیره. یادم میگفتن دکتر باهنرم سخت گیر بوده توی درس. جدا؟ فکر نمی کردم. مامان جان مرغ بریز دیگه. بده باش دخترم. یه کمی دوغ بده. چشم. دستت درد نکنه. ممنون دخترم. خیلی زحمت کشید. صبح همراه آقای تراوت یه سرکشی کنید به محل‌هایی که به عنوان ستاد اسکان تعیین شده، ببینید وضعیت مساجد و حسینی‌ها خوب هستن یا نه، و کارهایی که برای رفاه و سواد غذای افراد طبق لیست قرار بود انجام بشه شده یا نه. چشم دکتر. اینا فهرست مساجد جدیده، طبق این کارتون انجام بدید. بله چشم. به سلامت. با اجازهت آیت الله خمینی، هر وقت تشریف بیارم تقدمشون مبارک است. من گفتم حاضرم تأمین بکنم، تضمین بکنم قروده ایشون را، یا خود دوستان و اطرافیان نزدیکشون بکنن، اون امری سلام، ولی مسئولیت نباید لبس بشه. اگر برنامه هایی دارند و ارائه بیدند، با کمال احترام ما گوش خواهیم داد، ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آمشگاه بود. آقا محمد جواد. بله. از این تلفن شما امکانش هست بنده استفاده کنم؟ احتمال کودتا و جنگ داخلی هم در پیش است. ما یک مملکت داریم، یک حکومت خواهد داشت. الو آقای مهندس بازرگان، سلام علیکم. آقا این چه کار بچگانیه از این آقای بختیار سر زده؟ صحبت کنید آقا باهاشون، بفرمایید بیش از این خشم مردم رو برانگیخته نکنن. بله خیلی ممنون شد. خدا نمیدونم. عزیزان یه لحظه به عرایض بنده توجه کنید. طبق مذاکراتی که با امام داشتیم، ایشون در نهایت مدرسه رفاه رو برای اقامتشون انتخاب کردن. چرا اونجا آقا؟ چون اون مکان در مالکیت شخص خاصی نیست. لطفاً دوستانی که مسئولیت انتشار اخبار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌ها رو دارن، در خلال خبر رسانیشون حتماً به این نکته اشاره کنن که مدرسه رفاه توسط دکتر باهنر، آقای رجایی و جناب هاشمی رفسنجانی و تعدادی از دوستان بازاری به صورت مؤسسه اسلامی اداره میشه، تا خدای نکرده مردم خیال نکنن از بیت المال چیزی صرف این کار شد. بسیار حرف درستیه، نظر بنده هم همینه. من هم موافقم. خب به نظرم مکان سخنرانی رو هر چه زودتر انتخاب کنیم بهتره. بله اتفاقا امام نظرشون درباره مکان سخنرانی این بود که به هیچ عنوان منطقه‌ای در شمال شهر نباشه.
که انشالله در این مورد هم تا فردا به یک نظر واحدی میرسیم. انشالله. یه صلواتی خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام آقا. سلام علیکم. کجاست؟ داخل اتاقه آقا. من راستش دیگه تو چشاش نمیتونم نگاه کنم. شما نگران نباش، لازم بود من میرم تو ماشین بفرستش بیاد پایین، منتظرشم. وسایل شخصیاش هم بهش بدین. در ضمن یادتون رو از فردا برمیگردین سر جای قبلیتون. بله چشم، منتظرم. چشم رو از فردا که برمیگردی سر کارت اصلا فکر نمی کنی که یه همچین هفته‌ای وجود داشته. کلن این هفته رو از ذهنت خارج میکنی. از این به بعدم حق نداری سر خود کاری انجام بدی. اگه کاری برنامه چیزی هم داشتی با شخص خود من هماهنگ میشی. اگه اجازه دادم عمل میکنی، در غیر این صورت نه. متوجه شدی؟ چشم. سلام.